من خوشبینم نسبت به فلسفه، ولی خودم کار فلسفی انجام نمیدادم، برای اینکه فکر میکنم که اتفاقا این پرسشگری اساسی رو وظیفه فلسفه است، وظیفه فلاسفه است، این کار رو میتونه انجام بده و ما رو میتونه از این بیمعنایی خیلی خطرناک و نسبیگرایی خیلی خطرناکی که امروز دنیای ما دوچارش هستش در بیاره. این به این معنا نیستش که حقیقت نزد فلاسفه است، ولی به این معنا هستش که راهی که ما باید بریم برای اینکه به این حکمت و فرزانگی و در واقع در طرح پرسش‌های درست، طرح در مقابل چالش‌هایی که داریم، طرح مسئولیت‌های درست انجام بدیم، این راه شاید فلسفه و آموزش فلسفه بتونه انجام بده. ببینید، من با آقای دکتر نفیسی هم عقیدم که ایشون حرفی که میزنن کاملا درسته. شما وقتی که امروزه مسئله ارتباطات خیلی مسئله است که به هر حال به نوعی میتونه هم یا کمک باشه به فلاسفه و فلسفه، هم میتونه که مخرب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که اینترنت رو میبینید یا شبکه‌های اجتماعی رو میبینید، در اونجا شما یک نوع تفکر زدایی دارید به جای اینکه فکر داشته باشید. شما یک نوع وقاحت اندیشه دارید. وقاحت اندیشه یعنی چی؟ با خود اندیشه فرق داره. یعنی کسی به خودش اجازه میده که بیاد در مورد یک مسئله‌ای که نمیدونه اظهار نظر بکنه. تمام اظهار نظرهایی که شما زیر مقالات میبینید میدن، همه بدون فکر شده، غیر فکر نشده است. و این اتفاقا دقیقا همون نکته ایست که هانا آرنت هم میگفت، یعنی دنیایی که دچار بی‌معنایی میشه دنیایی است که تفکر زدا میشه، تفکر ستیز میشه، نمیتونه بیاندیشه. آدمی مثل آیشمن بیرون میده، آدمی مثل تروریست سلفی بیرون میده و آدمهایی هستن که براشون ارزش ها همه یکسانه، کشت بودن و نبودن یکسانه، مسئله دینداری و دین نداشتن یکسانه، براشون این مسائل اصلا مهم نیست. ما مسئله اصلی که فلسفه داره مسئله ارزش هاست و اینجا ما باید ببینیم که این ارزش ها رو ما دو مرتبه چگونه میتونیم بیاییم مطرح بکنیم. یکی از مسائلی که ما در واقع دوچارش هستیم این دنیای بی ارزشیه، یا دنیایی که در یک نوع اغتشاش فکری به سر میبره، خصوصا نسل جوانتر، در یک نوع اغتشاش فکری که میخواد دستشو به یک جای وصل کنه و دنبال یک ارزشی بگرده، چون اون ارزش هایی که بهش داده میشده این ارزش ها رو دیگه نداره.